خورشید اسمی مستعار این جوانی 36 ساله است که از نحوه ابتلایش به HIV آگاه است. زن و یک فرزندش هم از او این ویروس را گرفتند. وقتی سال 2005 همسرش آبستن بود، پزشکان متوجه شدند که HIV او مثبت است. تشخیصی شوهر و فرزند بزرگ 9 ساله‌اش مشخص کرد که آنها هم مبتلا به ایدز هستند. مهاجرت مهنتی ده بودیم. سال 97، 98 تا 2001، 2002 سال در فدراسیون روسیه. در آنجا بود، علاقه جنسی داشتیم. ممکن که از آنجا شده. ما هیچی چکرده نمیتونیم. از آنجا، دیگه از کجا؟ همسر 29 ساله این مرد 9 سال پیش زیر نظر پزشکان و با مصرف داروهای ضد ریترو ویروس توانست دومین فرزندش را سالم به دنیا بیاورد. این زوج حالا منتظر طفل دیگر هستند. مرکزی مقابله با HIV در شهر دوشنبه 23 سال پیش پس از آشکار شدن اولین مورد ابتلا به HIV فعال شده و حالا در سراسر تاجیکستان 40 مرکزی مشابه فعالیت دارد. از یکی از پزشکان مسئول این مرکز پرسیدم که آیا ممکن است از یک مادر حامل HIV طفلی سالم به دنیا آید. با اون شاید که زنی که مبتلای همین بیماری است و به همه چوربینی های پیشگیری کننده فرو گرفته شده است و سرایت ویروسی نورسایی مسئولیت را از 40% به 2% آورده می رسانه. با کمک بلاعوضی برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز حدود 10 سال است حاملان HIV در تاجیکستان به طور رایگان با 13 نوع از داروهای ضد ریتروویروسی برای HIV تامین هستند. تقریبا 1500 نفر مبتلا به HIV با سازمان اجتماعی گلی سرخ در ارتباطند. گلی سرخ یک سازمان مردم نهاد است و تجربه 10 ساله کار با افرادی که با HIV زندگی میکنند و مشتری تن فروشان را دارد. خواهد نخواهد باید گوید که من گرفتار ویروس HIV هستم و من موافق قانونی که در تاجیکستان هست باید که این تشخیص را به پول گذارم. مثلا زنهایی که به نزد ما میآیند برای تشخیص گذاشتن ما پول میدیم، دروباری میخریم. وقتی که کارگرانی من اون شخص رو به نزد متخصص میبرند برای تشخیص گذاشتن، ما از حساب گرانت همه اون خراجات هایی که لازم هستند موافق قانون و قاعده اون خراجات رو میکنیم. ارزیابی های متخصصان نشان میدهد تعداد افرادی که از راه رابطه جنسی به HIV مبتلا شدند از 8.5% در سال 2008 به 29% رسیده است. این در حال است که در گذشته بیشتری حاملان HIV مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر بودند. برای از بین بردن تبعیض علیه حاملان HIV چی باید کرد؟ در بسیاری از کشورهای متمدن این مشکل تقریبا حل شده، به این دلیل که سطح دانش درباره HIV بسیار بالاست. صرف نظر از وضعیت بیمار و جایگاه اجتماعی اون، سطح دانش همه آدم ها باید درباره HIV، خطرات ناشی از اون، راه های سرایت این ویروس و ایمنی از اون بالا باشه. این اطلاعات میتونه از تبعیض و انگی که به حاملان این ویروس داده میشه جلوگیری کنه. این کارشناسان معتقدند تنها با داشتن جامعه بدور از انگ است که می توان به پیشگیری کامل ایدز جامعه عمل پوشاند.